خب دوستان عزیز، نگاهی بیندازیم به وضعیت سیاسی در ایران با تمرکز روی دولت حسن روحانی و وعده هایی که داده. در گفتگویی با محمد قراگوزلو، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی. آقای قراگوزلو سلام، روز شما بخیر در تهران. سلام، روز شما بخیر و روز همه شنوندگان رادیو همبستگی. بسیار سپاسگزارم پذیرفتید در این گفتگو باشید. من اولین سوالم اینه که شاخص وضعیت کنونی در ایران چیست؟ یک نوع انتظار و در همامیزی امید و توهم بود در زمان یک سال پیش هنگام انتخابات ریاست جمهوری، حالا چطوره؟ عرض شد خدمتون که دولت روحانی یک ساله شده. اجازه بدید که تبریک بگیم خدمت نولیبرال های وطنی، نولیبرال هم یعنی خودمون، دست راستی ها و همه کسانی که مردم رو دعوت کردن به کار صندوق های رای، تا همتای احمدی نژاد، همتای رفسنجانی و همتای خاتمی وارد عروج بکنه، شاید بتونه در ترحم رویا به امید و اعتدال جواب بده و واقعی باز بکنه. من ابتدا قبل از اینکه وارد این بحث روحانی بشم، اجازه بدید که یه نکته خیلی مختصری رو در مورد این انتخاب کنم تا مشخص بحث شما بپردازم و وارد وعده‌های روحانی بشیم و موارد مختلف وعده‌های روحانی بررسی بکنیم. تو هر قسمتش هم اگه نکته بود بفرمایید، من در خدمت هستم. خیلی ممنون. اگه قبول داشته باشید، خواهش میکنم، اگه قبول داشته باشید، بحث من رو ظرف 30 تا 40 سال گذشته، این ظرف 30 تا 40 سال گذشته، دو تا حادثه خیلی مهم در سپهر سیاست و اقتصاد جهانی اتفاق افتاده. یکی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و همزمان با اون ظهور شیوه جدیدی از سرمایه‌داری که ما داشت اصطلاحا میگیم نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم بعد از کودتای 1973 شیلی و عملیاتی شدن تزهای فریدمن بعد از 11 سپتامبر شیلی 1973 شکل گرفته، با تاچریسم در انگلستان عملیاتی شده و ریگانیسم در امریکا. ببینید بعد از این قضایا هر انتخاباتی که دولت ها صورت گرفته به طور مطلق ارتجاعی بوده. یعنی زمانی که جهان دو قطبی بود، بالاخره جنگ بین جنگ سرد حاکم بود، یک طرف بلوک شوروی بود و یک طرف بلوک امریکا و سرمایه‌داری غرب بود. حالا اگر اتفاقاتی هم می‌افتاد در اصل تغییر دولت ها میتونه جنبه مترقی مثلی که میگن داخل جیونه داشته باشه. فرض کنیم مثلا در افغانستان اگر جنرال داوود میرفت، یه تیپای میمان، حالا اگه کودتا هم که میشد، تیپای مثل ببرک کارمند، تیپای مثل محمد ترکی، حفیظ الله امین، حتی نجیب الله میمانن که بعد ترتیب نسبت به اینا که الان هستن مثل آقای حمید کرزای و اشرف غنی احمدزای و طالبان بعد ترتیب مترقی تر بودن. یا مثلا فرض کنیم در مصر ناصری سا حاکم میشدن. در نظر بگیرید که تو همین بهار عربی هم، اون که از درون صدا من ندارید. چرا صدا شما داره پخش میشه؟ یه مقدار گاهگاهی چون با موبایل با شما در تماس هستیم، صدای شما گاهگاهی صدای شما برمیگرده یا خش برمیداره، بلا صدا خوبه. بفرمایید، ادامه بدید. بعد حتی من جام ثابته، من نه الان که صدا خوبه. بله. اصلا خدمتون در نظر بگید، صدا خوبه بسیار. در نظر بگیم مثلا تو همین بهار عربی هم که در طرفی مردم تو خیابون بودن، یه جنبش اجتماعی گسترده در سطح کشوری مثل مصر و تونس جریان داشت، بعد از حسنی مبارک دیدی تو یک انتخابات شیخ دموکراتیک محمد موسی روش کرد، بعد سیدی خان جنرال سیسی اومدش. یا مثلا در نظر بگیرید که مثلا در انگلستان بعد از تاچر فقط دولت تونی بلر اومده سر کار که حالا موسسه بود حزب لیبر و همون سیاست های نئولیبرالی تاچر رو اجرایی کرده. یا در آمریکا مثلا کلینتون یا الان که آقای اوباما هستش، همون سیاست های بوش رو کما بیشتر اجرا میکنن. منظورم اینه که جهان بعد از
در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رفتی به سمتی که سیاست های نئولیبرالی چنان نهادینه شده که تغییر دولت ها منجر به تغییر سیاست ها نمیشه. این خب در مورد ایران هم حاکمه دیگه، در مورد ایران هم ایران به عنوان اقتصاد سرمایه‌داری، بخشی از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، در مورد ایران هم حاکم هستش. این انقلاب 57 شد، در ترتیب شوروی در کنار گوش ما بود، یه جنبش اجتماعی رادیکال تو خیابون‌ها بود و از یک طرف هم ریگانیسم داشت روش می‌کرد. حاکمان ایران اومدن گفتن ما برق رایگان می‌کنیم، برای اینکه یه جنبش چپ و یه جنبش رادیکال تو خیابون بود. الان همون همون ها بعد از 32 سال در دفاع دوم در هدفمندی ایران ها رو انجام می‌کنن. اینو خواستم عرض بکنم خدمتتون که با آقای رفسنجانی، با آقای خاتمی، از آقای خاتمی با آقای احمدی نژاد و دولت اعتدال امید آقای روحانی خوابی هیچ تغییر نیست، نمیتونه باشه و اگرچه اراده ای هم در کار باشه که اون اراده هم در کار نیست، منجر به هیچ تغییر جدی نمیتونه باشه. ولی در این حال آقای روحانی یه سری وعده ها دادن، طبعا اینا در چارچوب نظام حاکم بوده، متو در همون چارچوب نظام حاکم اگر بخواید این وعده ها رو شما یک بررسی بکنید، نگاه بکنید چی بودن این وعده ها، آیا عملی شدن؟ بله، وعده ها که ببینید، وعده ها اگر یه سریشون اگر عملی هم میشدن وعده های فجایی بود، یه سری حتی اگر عملی میشدن. ببینید در جریان مناظرات انتخاباتی که خب شما خودتون دیدید دیگه، شعار آقای روحانی دو محور داشت، استراتژی سیاسی ایشون این بودش که سانتیگرام بچرخد زندگی مردم بچرخد، البته نمیچرخد اما زندگی مردم که مطلقا نمیچرخد. این یک. حالا وعده های روحانی را اگه بخوام بررسی کنیم، ایشون تو سه بخش مختلف وعده داده و وعده هاشو هر کدومش یک بار دو بار سه بار تایید کرده و تکرار کرده. این که ما بیاییم بگیم الان یه سری از جریانات ترجمه جریانات نیلی مستری میگن راست افراطی نمیذاره آقای روحانی کار بکنه، ما تاکید میکنم که یه چی راست افراطی نمیذاره آقای روحانی کار بکنه. آقای روحانی از بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین و حساس‌ترین مصادر امنیتی حاکمیت اومده تو قدرت سیاسی جمهوری، به تمام ریزه‌کاری‌ها چاله‌چوله‌های قدرت سیاسی تو ایران اشراف داشته. این وعده ها رو با اشراف بر سخفندی های قدرت سیاسی حاکم داده و پاسخگو در مقابل بخشی از این وعده ها که میتونستش احتمالا یه روزنه های باز بکنه. قسمتش خودشون چیزی که برنامهش بوده اجتماعی فرهنگی بوده که 18 مورد توش بوده، 18 مورد وعده بوده، یه قسمت سیاسی بوده، تو قسمت سیاسی هم تقسیم میشه به سیاست داخلی 11 مورد بوده، یه قسمتش هم سیاست خارجی بوده که 6 قسمت بوده، یه بخشش هم بخش عمدهش هم اقتصادی بوده. میدونید که 34-5 مورد هم تو این بخش اقتصادی بوده. یعنی در مجموع حدود 70 تا وعده دادن ایشون، یه چیزی توی مایه ها، یه چیزی توی مایه 74-5 مورد داده. ببین تمام کاندیدای ریاست جمهوری 8 نفری که اونجا بودن همشون زوم کرده بودن. خب ببینید توی بحران اقتصادی جدی بود دیگه، این فشار تحریم از یه طرف، بایکوت سیاست خارجی ایران از یک طرف دیگه، خب وضع مردم یه فلاکت عجیب افتاده بود، نه که الان نیست، خب برطرفی الان هم هست، خاصی نیفتاده. ما میتونیم در مورد تک تک این وعده ها صحبت بکنیم. در مورد وعده اجتماعی یکی از بنده مهمش رو بگیریم زوم بکنیم تا بگیم که این وعده چقدر پوچ بوده. مثلا تو بخش اجتماعی فرهنگی ببین، اینا اومدن یه سری وعده هایی دادن تو حوزه آزادی فردی و اجتماعی. خب تنها کاری که اینا صورت انجام دادن آزادی آزادترین خانه باسکن خانه سینما بوده. این واضحه که ما با بحثن خانه سینما و هر نهاد مدنی مخالفیم دیگه، واضحه، این چیز روشنه. اما از مثلا باسکن خانه سینما آقی برای نونه مردم که گرم نمیشه که، حالا بازم باشه این بس سینما گرای ایران واقعا هیچ وقت پشت آزادی فردی و اجتماعی نبودن. تنها کاری که انجام گرفته تو این بخش خانه سینما بوده. مثلا تو حوزه کتاب اینا اومدن گفتن که آقا کتاب رو اول می‌خواستن مسئولیت ممیزی رو بندازن گردن ناشرا رو بکنن فانتو چی که هیچ ناشری نرفتیره باشه. تو حوزه کتاب هم اتفاقی نیفتاده. آقای دولت‌خودی چپ میره راست میره کنار آقای علی جنتی وزیر ارشاد نشسته، خب
چطور کلونلش این همه فشار آوردن این مجوز نگرفت. یعنی آقای شهرام ناظری که تو صداهای آقای روحانی میتلکید و تو جلسه آقای روحانی سوت بلبلی میزد در آقای روحانی، میره یک کنسرتی بذاره توی شهرستانی خود آواز بخونه دیگه، تو باند آقای روحانی هم هستش دیگه، تو صداهاش بوده دیگه، اجازه نمیدن کنسرتش برگزار بشه. اینا میگفتن با پاراسای ماهواره دیدن که پاراسای ماهواره هم فیلترینگ اینترنت فهمای بال زیاد میکنه فیلترینگ اینترنت هست. یه چیزی دیگه من توی این بخش بگم، ایشون یکی از وعده هاش کاهش مرگ و میر جاده ای بود. ببین تو ایران ظرف 34-35 سال گذشته نزدیک به 800,000 نفر تو جاده ها کشته شدن. خب این یعنی محصول کشته شده جنگ ایران عراق، این فاجعه دیگه، 1,000,000 نفر تو جنگ تو این جاده ها کشته شدن. خب این قتل آبدری ناشی خراب بودن پایین بودن کیفیت اتومبیل نیستش که، فقط ناشی از این نیستش که پلیس ما، پلیس به اصطلاح راهنمای رانندگی ما، پلیس جریمه است، پلیس راهنمای رانندگی نیستش که، فقط ناشی از این نیستش که اینا خود مثلا خود راهشون کیفیتشون پایین یا جاده نساختن، یا فقط ناشی از این نیستش که مردم ایران آدمای بی فرهنگی هستن، رانندگی رو خوب انجام نمیدن، میرن پیش کمان دیگه. این نیستش که اینها ماشینای بکود با کیفیت پایین تولید میکنن، به صورت قسطی میندازن به مردم، ماشینی که قیمتش تو اروپا 1/6 با کیفیت بالا 1/6 قیمتی که تو بازار ایران، بازار انحصاری سرمایه ایران ارائه میشه با کیفیت پایین، مضاف به این که نکته اساسی اینه، مضاف به این که هیچ اقدامی در جهت گسترش حمل و نقل عمومی نشده. ببین 3 روز که تعطیل میشه توی مملکت، 3 روز که تعطیل میشه از کرج تا رشت یا از کرج تا چالوت، حالا با اینکه تاخیرن تفنگیم میگیرن و یا میکنن که اخبارشو نگید، 16-17 ساعت در شما جاده باشی که 3 ساعته میری به راحتی میری با سرعت 100 کیلومتر، 16-17 ساعت جاده باشی. خب کاری نکردی، تو برنامه هم کاری نیستش که شما سیستم حمل و نقلی که خصوصی کردی، خصوصی کردی با قیمت بالا، بعد از اینکه هم حامل های انرژی رو قیمتش رو بودی بالا، حمل و نقل قیمتش اینقدر رفته بالا، واقعا وحشیش وحشتناک. این جاداته، این حمل و نقل خصوصیته، این تو بخش اجتماعی فرهنگیش یک کمه وعده محقق نشده. یک وعده دیگه آقای روحانی که داده بودن در مورد رفع حصر موسوی و کروبی بوده، اینم که عملی نشده. بله ببینید تو جرازی و ایشون رفت دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف اصطلاح، خب رفت اونجا دانشجو بعد در ترتیب ببینید، بعد این من داخل پرانتز بگم، بخشش سبز بود دیگه، بخشش بود کسایی بودن که رأیشون چون بعد ترتیب مثلا روحانی از طرف رفسنجانی یعنی حزب کارگزاران و خاتمی اصلاح طلب و جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بدنه اصلاح طلب و حمایت میشد دیگه. خب بخشی از باقی مانده جنبش سبز هم که برترتیب مونده بودن که چه بکنن و غیر متشکل بودن، اینها رفتن دنبال روحانی و خب طبعا تو سخنرانی تبلیغاتی حسن روحانی یکی از شعارهای اینا آزادی موسوی و کروبی بود. خب حسن روحانی یکی از سخن، خب اینا همش موجوده دیگه، یکی از سخنرانیاش که در مقابل فشار دانشجو برای آزادی آقای موسوی و این بابا آقای موسوی کرمی رو ندیم، از بگم که محل منازعه نباشه، ولی واضحه که از آزادی زندانیان سیاسی و آزادی زندانیان که به خاطر تفکر خودش میرفتن زندان حمایت میکنیم. آقای روحانی آزاد بشن، بلکه همه کسانی که بعد از 88 رفتن زندان باید آزاد بشن. حالا یه مدت مدن انداختن گردن شورای امنیت ملی، آقای وزیر دادگستری ایشون که خودش کلی مسئله داره اعلام کردن که آقا تقصیر ما نیستش که اصلا دولت این کارو نمیتونه بکنه. خب اولین سوال و بدیترین سوال از آقای روحانی این هستش که واقعا اگه در اختیار شما که از شورای امنیت ملی اومدی، شما که تمام سازوکارهای امنیت ملی رو میشناسی، واقعا شما نمیدونستی که در اختیار دولت نیست مثلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی؟ خب برای چی وعده دادی؟ برای دارم من اینها از طریق این وعده که دادن بخش دیگه از پتانسیل جنبش سبز رو خونسا کردن دیگه، واضحه که این کار کردن دیگه. و الان هم که من نبودم دستم و تقصیر آسینم بوده، هیچ مسئولیتی رو تو این زمینه قبول نمی کنن. و نه فقط آقای موسوی و کروبی که به ترتیب سایه زندانی ها، فقط خانم نصر موسوی، بقیه اتفاقی نیفتاد، اونا هم که آزاد شدن
کسایی بودن که در واقع مدت زندانشون تموم شده بود. اینم که داشت میرفت، آقای روحانی داشت میرفت سازمان ملل برای سخنرانی، خانم توتی به برطرفی فعال حقوق بشره و اونجا حتما هنکیمون و سایرین فشار می آوردن بهش، به این آزادشون کردن که برن اونجا جستای حقوق بشری بدن و این اینا رو آزاد نمی کردش. بعد من یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، صحبت که از این آزادی زندانی سیاسی میشه میگن که خب به دولت ربطی نداره، که دولت مسئول قوه مجریه است، زندان قوه قضاییه، قوه مستقله که از یه جای دیگه دستور میگیره، ربطی به دولت نداره. که خب باز هم سوال اینجا فاخن، اگر چنانچه قوه قضاییه مستقله و ربطی به دولت نداره، برای من خب چرا گفتی این کار رو من میکنن که بخشی از مردمی که به هر ترتیب بر اساس وعده و خب بر اساس وعده و برنامه رادیکال و چپ و سوسیالیست به هر ترتیب مردم مجبورن تمکین کنن به برنامه های آقای روحانی دیگه. مثل اینه که زندانی تو زندان هستش، مثلا رضا شاهی رو در نظر بگیرید، میگه خب من از زندان گوهردشت بیاری زندان تهران، من که زندان خوب باشه، میگه از زندان گوهردشت میری به زندان تهران. خب این بالاخره ترس آقای احمدی نژاد رفته به آقای حسن روحانی رای داده، خب به وعده های تو رای داده، برای داره من دیگه تو که اگه میتونستی که اینا نمیتونی اجرایی بکنی، خب برای چی رفتی پشت این قضایه؟ آقای قرقزلو، حالا توی بخش اقتصادی اگر یکی موند، شما سیاست داخلی داشتی میگفتین، حالا بیش از اینکه به مسئله اقتصادی برسیم، سیاست خارجی اونجا به هر حال تیم آقای روحانی ادعا میکنن که به موفقیت هایی دست پیدا کردن در این مذاکرات هسته ای، اونجا رو شما ارزیابیتون چیه؟ تو بخش سیاسی دو تا در واقع پلتفرم ازا کرد، یکی سیاست داخلی و خدمت از کردن، یکی سیاست خارجی. تو بخش سیاست داخلی که اصلا حرف زیادی برای گفتن ندارن، نمیدونم احیای خانه احساب، خانه احساب احیا بشه به کارگزاران آقا کرباسی میخواد در اونجا بشه، نمیگه که بوجودی شمال شهر ایرانو داره نمایندگی میکنه، چیزی از دست داره. ایجاد معاونت در اقلیت های نمیدونم معاونت اقلیت ریاست جمهوری، نمیدونم قومیت ها اقلیت، این چیزی از این قبیل. تدوین حقوق شهروندی، تدوین حقوق شهروندی کردی بچه مردم تو روز روشن به خاطر ساپورت میزنن سرش، کدوم حقوق شهروندی ندارن؟ این از این وقت سیاست داخلی ایش که اصلا این دنبال این قضایی هم نیستن، دنبالش هم باشن همچین توانی رو ندارن. دولت ها تو ایران همون چه که آقای خاتمی گفت، دولت ها تدارکات چی هم وعده می خودن دارن میدن. یک دو از سیاست خارجی که در واقع اینها سیاست خارجی آقای روحانی دارم، من دو دقیقه اینو توضیح بدم که از کجا آمده. ببین آقای قرقزو، معذرت میخوام آقای قرقزو، یه مقدار شما اگه جاتون رو تغییر بدین، گاهگاه این صدای خراب میشه، خوب میشه، خراب میشه، خوب میشه، اگه یکم جاتون رو تغییر بدین. من جامو تغییر بدم؟ آره یکم بدین، شاید صدا بهتر بشه. خیلی خوبه الان، خوبه الان صدا خوبه، گاهگاهی بد میشه، الان که خیلی خوبه. شاید این تلفنای جدیدم میدونین الان خوبه، الان صدا خوبه، این تلفن های جدید دست آدم میگیره دورشونه میگیره، گاگای اونا خودش تأثیر میذاره تو صدا، یه مقدار حساب حالت راحتری تلفن رو بگیرین، شاید شاید اینو نمیدونم، حالا بفرمایید. الان صدا خوبه، بعد من جامعه کنی جاوزه شدم، مخابرات ما هم مثل بقیه چیزه. آقا جان گفتن که به شطوره، گفتم پشت تدیر و کزان راسته، مخابرات ما در ترتیب میدونه که بخش عمدهش رفت شرکت بالا. حالا هفته قبل که هفته میگم هفته قبل که همش خبرها بود که شما الان به تکنولوژی تریگه هم پیوستین دیگه، یعنی در ایران الان جنریشن سوم تلفن همراه هم شروع به کار کرده دیگه. بله ایرانسل خب برقراری مال شرکت آونی موبیل سپاه برقراری بالا، این خود در مورد مخابرات میبینید بحث مستقلی باید باشه. مخابرات ایران خیلی مخابرات جالبه، مخابرات برقراری اینها مخابرات رو گرفتن خصوصی کردن که بتونن تسلط کامل داشته باشن بر سیستم اینترنتی ایران و سیستم مخابرات ایران که حالا بحثش دیگه. حالا این میمونه برای بحث ما، راجع به این سیاست خارجی یه توضیح کوتاه بدیم، بعد من یه سوالی دیگه هم دارم. بله آره، این سیاست خارجی رو این آقای حسن روحانی بر ترتیب چه به نخبگان حاکم، یعنی حاکمیت یا بهش بشه، چه
خیلی شکننده بود دیگه. اینا میتونستن 4 تا صندوق رو باطل بکنن، اصلا راهی در دوم و دور دوم صحبت دیگه بیفته. ببین 8 سالی که آقای احمدی نژاد اینجا بوده، سیاست تهاجمی در نظر اتخاذ شد تو نظام سیاسی اوکراین که منجر شد اون تحریم ها و قطعنامه ها. این سیاست با فشاری که پنجه به اضافه یک آورد، حتی روسیه و چین هم رفتن پشت این قضیه، در نهایت نتیجه نداد. این نتیجه شکست خواست سیاستی که آقای احمدی نژاد دنبالش بود. دو سه سال آخر هم اگه خاطرت باشه، بارها بعد از اینکه حتی آقای لاریجانی عوض شد و آقای جلیلی اومد و پوتین اومد، ایران آقای احمدی نژاد بارها با اون سیاست هسته‌ای ایران پرونده هستی که دست من نیستش، که من کاری نیستم که هستم، چیکار من تو پرونده هستی دست شورای امنیت ملی که مسئولیتش با آقای جلیلی بود. خب این یه نکته. نکته دوم، به هر ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نه فقط آقای روحانی با آقای جلیلی که شبه دفاع میکرد حمله کرد، حتی آقای قالیباف که به ترتیب از سپاه آمده بود، حتی آقای ولایتی که مشاور ارشد رهبر نظام بود، اینا حمله کردن به آقای جلیلی، در واقع حمله کردن به سیاست خارجی احمدی نژاد. و حتی امروز اخباری دست رسیده که 5-6 ماه قبل از که آقای روحانی بیاد، مذاکراتی بین ایران و طرف آمریکایی اینها صورت میگرفته با واسطه سلطان قابوس، سلطان عمان. به ترتیب سیاست خارجی جدید ایران سیاستی که نظام سیاسی در پیش گرفته و آقای روحانی مجری اونه. شما اگر دفاعیات در واقع روزی که آقای ظریف، محمد زهد ظریف، این آدمی که خیلی خوب فقط برده بخنده، داشت تو مجلس از خودش دفاع میکرد به ترتیب بر رأی اعتماد، اونجا نکاتی رو گفت شما به ازاسی هم قانون اساسی رو نظام سیاسی حاکم اتخاذ میکنه و ما موجیش هستیم. این در مورد از سیاست هسته ایران، یعنی به ترتیب چرخش ایجاد شدش که آقای روحانی میومد چه نمیومد، این سیاست ها در دستور کار قرار میست. این تا اینجا. حالا مذاکراتی که صورت گرفته، اون چه که به بیرون اینا که علنی نمی کنن، که یعنی مردم که نامحرم هن، حتی گویا بعضی از نمایندگان مجلس هم مدعی هستن که در جریان جزئیات نیستن، حالا مردم که کلا نامحرم هستن. در ترتیب توافقی که صورت گرفته با پنج به اضافه یک تا امروز، از قرار معلوم 8 میلیارد دلار از بدهی ایران آزاد شده، که معلومه که این 8 میلیارد دلار برای این اقتصاد بحران زده در بداغون کار زیادی نمیتونه انجام بده، کار زیادی نمیتونه انجام بده. مضاف بر اینکه هزینه زیادی برای غنی سازی انجام شده و اینها داره مفتول میشه. این تو سیاست خارج. این پیروز شده آقای روحانی، متخصص در واقع جک استراشناسی، متخصص مثلا گفتگو و پنج به اضافه یک هستش، که آقای روحانی هم تو صحبتاش بعضی وقتا مخالفین کنسرواتیف خودش رو به جهنم و بهشت حواله میده، چیز زیادی از توش در نیومده. به هر حال در عرصه اقتصادی هم خصوصی سازی ها پیش رفت، منتها یک چیزی رو آقای روحانی خیلی تاکید میکرد، میگفت که این در رابطه با یاران ها و اینها صحبت میکرد، میگفت این شیب ملایمی خواهد داشت. این شیب چقدر ملایم بوده؟ این شیب خیلی با نکته باحالی، این شیب خیلی آقای روحانی برنامه اقتصادیش اگه توجه کرده باشی، وقتی که داشت مناظره میکرد تو مناظرات انتخاباتی، تو برنامه‌اش همین هستش، سیاست اقتصادیش در مورد هدفمندی یارانه‌ها و ادامه سیاست نئولیبرالیزه کردن اقتصاد ایران همین سیاست آقای احمدی نژاده. تفاوتش همون چیزی که خودت گفتی، شیب ملایم. خب شیب ملایم چی بود؟ شیب ملایم چیزی که ایشون میگفت، میگفتش آقا نفع ایشون نمیگفت، بقیه هم میگفتن، میگفتن آقا ما بیاین نقدینگی رو کنترل میکنیم، نقدینگی رو، پولی که تو بازار ملو هستش، اینا معنا توضیح میدن که ماجرا چه قراره، نقدینگی رو کنترل میکنیم، شیفت میکنیم به طرف تولید. اوکی، شیفت میکنیم به طرف تولید. حالا این نقدینگی رو و موقعیت در واقع هدفمندی یارانه ها رو میتونیم ما ساعت ها در مورد صحبت کنیم. من سعی میکنم خیلی خلاصه، نمیدونم من آمار ارقام بخوام ارائه بدم، بحث تخصصی بکنم، چرا تو حوصله شما اون شنونده نه خیلی کوتاه باشون، برای ما وقتمون محدوده، اگه کوتاه بگین ممنون میشم. آره
آره ببین این نقدینگی یه چیزی حدود 75% تا 80% نقدینگی، من با آمار ارقام با فاکت دارم صحبت میکنم خدمت شما، فاکتی که بانک مرکزی داره میده، این در اختیار 5% از افراد جامعه است. این 5%ی که متکی هستن به رانت قدرت، رانت سیاست، اینا پول است، ایناست. حالا مردم که چون نمیتونن بده نقدینگی نمیدونن چیه چیه، نقدینگی از کجا میدونن چیه؟ کارگر که 690,000 تومان در حد اکثر خودش طبق قانون کار میگیره، این چه نوع نقدینگی چیه؟ پول پسندازش کجا بود که آقا میخواد پول جمع بکنی؟ بیایید من کارگر نشون میدم دستمزدشون 300,000 تومان 400,000 تومان نمیدونی نقدینگی نمیدونی چیه. ایشون میخواد نقدینگی رو جمع بکنه، دستمزدها رو فریز بکنه و ببره به طرف تولید، همون چیزی که در واقع سیاست اتاق بازرگانی بود دیگه، راستی واقع دولت آقای روحانی نماینده بخش اتاق بازرگانی دیگه، مشاورش آقای مسعود نیلی و دنیا رئیس اتاق بازرگانی میذارن رئیس دفتر یا ترجمه. ببین از قبل اگه بخواییم یکی بیشتر توضیح بدیم، تر هدفمندی یارانه ها مورد توافق کلیه هر دو جناح نظام حاکمه، یعنی آقای خاتمی هم میگفتش که ما از اینکه نتونستیم این طرح خوب اجرا بکنیم متاسفیم. خب امروز برای پول هایی که چیز شده در واقع برای اصلاح قیمت ها گذاشته شده، یه چیزی حدوده برای اینکه بتونن پول در واقع هم 48,000 تومان 45,000 تومان به مردم بدن، یه چیزی حدود 10 تا 25 میلیون نفر باید حذف بشن از این طرح هدفمندی تا بتونن این پول رو چیکار بکنن، به مردم پرداخت بکنن. ضمن اینکه پولی که چهار سال پیش من اگه خاطرت باشه 4 سال پیش ما هم که همچین مواقعی در مورد همین هدفمندی اقتصادی داشتیم صحبت می‌کردیم، هدفمندی یارانا داشتیم صحبت می‌کردیم، 45,000 تومانی که سال به تورم و افزایش قیمت‌ها به کمتر از 16,000 تومان رسیده. شما حامل‌های انرژی رو چندین برابر کردید قیمتشو، قیمت نان و گاز و آب و برق و بنزین و گازوئیل رو چند برابر کردیم. میتونیم دونه دونه اینها رو ما بحث بکنیم تا نشون بدیم که همون مبلغ ناچیزی که اینها میرفتن به طرف باز کردن بازار آزاد ایران، بازار آزاد ایران، مبلغ ناچیزی که به مردم پرداخت شده تو همونش هم که موندن، خب این بعد از یه تورم نزدیک به 140% به چند تا 16,000 تومان ارزشش رسیده. بله. مثلا در مورد مسکن، این رکودی که تو مسکن وجود داره، الان ببین یه چیزی به یه گزارش رو من چند روز پیش می‌خوندم یادم اومد، وزارت اقتصاد ایران گفته که در اثر اجرای فاز اول همین هدفمندی یارانه‌ها، خب 25% از تخفیف اقتصاد این برنامه که تو همه جای دنیا شکست خورده، نه فقط فعالان سوسیالیست بلکه حتی رای سومی ها کینزیان ها همه جای دنیا هشدار دادن نسبت به نئولیبرال میکردن اقتصاد. با این حال اینو تحت فشار IMF برای اجرای سیاست با آزاد کردن بازار رفتن دنبال این وضعی. مسئله مسکن ببین، مسئله مسکن 2 سال پیش از 800 تا خانواده که میبادن تو بازار مسکن، 60 از این خانواده میرفتن که من خونه بخرن تا 2 سال پیش، اما همین الان رفتن تو فاز دوم هدفمندی یارانه ها، از 700 نفر 65%شون میرن به طرف مسکن اجاره ای. یه نکته، تو در اثر همین هدفمندی یارانه ها فاصله طبقاتی تو حوزه مسکن بین شمال شهر تهران و جنوب شهر تهران 41 برابر شده. حالا اونایی هستش واقعا خود تو مونتکاله فرانسه هم نیست، من مونتکاله ما فرانسه هستش. حالا آقای یه تو ماستیکتی که یه نکته هم بگم، تو توماس پیکتی که تابی نوشته هم نابرابری ها، خدا وکیلی اگه بیاد این تهران ایران نابرابری اقتصادی فاصله طبقاتی رو ببینه سرش گیج میره آقا. آقا من این فاصله طبقاتی میشه تو تهران باور کنید ماشین های دور میزنن، این بچه بورژوها ماشین های دور میشن، خب دارن سرگیجه میگیره نگاه میکنه، مازراتی سوار میشن که من نمیم تو تولید کجاست، من که این ماشین های زیاد نمیشنستم، فوشوهای سوار میشن که تو بهترین کشورهای اروپا دیده نمیشه هستن. این فاصله طبقاتی چه آقای روحانی با در مورد فاصله طبقاتی در مورد آموزش پرورش صحبت کرده تو این در برنامه انتخاباتیش در مورد آموزش پرورش صحبت کرده. میدونی چی میگه در مورد آموزش پرورش؟ میگه که کار کرده آموزش پرورش باید مواظب با شکاف طبقاتی باشه.
الان دارن سیستم آموزشیشون بله آقای قرقوزلو، در روسیش معاون آقای وزیر آموزش پرورش گفته که ما 500 هزار تا صندلی می‌خوایم بخریم برای مدارس خصوصی. آقای قرقوزلو این صدای شما بدتر و بدتر میشه. من فقط آخرین پرسشمو میکنم بعد با شما خداحافظی میکنیم. شما اخیرا یک مطلبی نوشته بودید و همین بررسی کرده بودید وعده‌های دولت روحانی رو، در پایان گفته بودید یک سال پس از اون که چند تا کارگر شریف یک سندیکای مستقل کارگری برای روحانی و ربیعی نامه نوشتند و مطالبات واقعی خود را پیش کشیدند، دیگر کسی نامه نمی نویسد، نه برای سرهنگ و نه برای دکتر حقوقدان. منظورتون چیه؟ بله منظور خیلی روشنه. اونایی که بعد پیام ما رو بگیرن اتفاقا گرفتن و اتفاقا خوب نصیر اشاره کردید، با خود من هم تماس داشتن. ببین اصلا روحانی که انتخاب شد متاسفانه هفته نامه نوشتن برای آقای روحانی و نامه نوشتن برای آقای ربیعی و مطالبات رو مطرح کردن. متاسفانه سندیکای هفته یه سندیکای مستقل کارگریه و هیچ ربطی نداره، خانه کارگر داره، از درون یه جنبش توده‌ای کارگری رشد کرده، شکل گرفته و حاصل زندان رفتن‌های طولانی فعالین اون هفته هستش و متاسفانه اینها اومدن برای آقای ربیعی نامه نوشتن و گفتن که شما کارگر بودید. انگار کارکی کارگر بود مقدس. خب آقای ربیعی کارگر بوده که بوده، آقای محجوب کارگر بوده که بوده، آقای کمالی کارگر که بوده که بوده، اینها در سرکوب شورای کارگری اوایل انقلاب نقش مستقیم داشتن. امروز هم همین کارو دارن میکنن، امروز هم دارن همین کارو میکنن. شما در نظر بگید در برخورد با قضیه دستمزد دولت آقای روحانی چیکار کرد سال گذشته، چیکار کرد سال گذشته؟ این توهم متاسفانه به بخشی از فرهنگ شریف کارگری ما این توهم شکسته شده باشه، گرچه من در یک ماه گذشته اخبار نگران کننده شنیدم از دوستان کارگری فعالین مستقل کارگری که احتمالا یا تو حاشیه گفته بودن که از قرار میشود فضا باز شده است و میشود کارهایی کرد. من میخوام بگم که اگر واقعا فضا باز شده، این شورای عالی کار مزدی که آخر اسفند ما تشکیل میشه، چرا بر اساس وعده های آقای روحانی که سه بار هم تکرار شده و قرار بود، از قرار ما که قبول نداریم مثلا دستمزد بر اساس نرخ تورم و افزایش پیدا بکنه، چرا دستمزد کارگرا رو دست کم 25% زیر نرخ تورمی که خود بانک مرکزی اعلام کرده تصویب کرد؟ تازه همون 25% هم تو افزایش قیمت عامل انرژی سوخت. این خبر خیلی نگران کننده است که از آقای صادقی که جز عوامل سرکوب خانه کارگر بودین میاد صحبت از 1,500,000 تومان دستمزد میکنه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. به ترتیب امیدوارم اخباری که دست ما رسیده این که بعضی از فعالین کارگری متوهم باشن به دولت آقای روحانی و فکر کنن که میشه کاری کرد و گرچه نامه ننویسن، این بیشتر شایع باشه. و اون نامه هایی هم که نوشته شده، من البته خودم شنیدم از یکی از این بچه هایی که نامه رو امضا کرده بود، صریحا اذعان کرده که اشتباه شده. امیدواریم که این اشتباه رو دوستان و فعالین کارگری بهش پی برده باشن و به همین نتیجه رسیده باشن که دولت آقای روحانی همون دولت راست احمدی‌نژاد که همون سیاست ها رو به شیوه جدید سلب مالکیت در راستای دور جدیدی از انباشت سرمایه داره عملیاتی میکنه. فرقی نداره این قضیه. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمد قرقوزلو، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. تشکر که پذیرفتید با شما در این باره گفتگو بکنیم. قربان شما. من روز خوبی برای شنوندگان عزیز رادیو همبستگی آرزو میکنم. بعد اینکه صدا خوب نبود در ترتیب افتخاری میکنم. خواهش میکنم، شما تقصیری نداشتید. روزتون بخیر. زنده باشید.